در برنامه گذشته به آیه ایا که نعبود پرداخته و آن را به انحصار معبودیت برای خدای صبحان تفسیر کردیم و چون این آیه در مقام خطاب به خداست از انواع خطابها ها و مناجات با خدا سخن گفته و آنها را به سه قسم مناجات بدون حجاب، مناجات از ورای حجاب، و مناجات به واسطه فرشته تقسیم کردیم سپس از رابطه همد با مقام انسان سخن به میان آوردیم و همد را فصل ممیز انسان از حیوان برشمردیم. آنگاه همد را به ستایش سپاسگزارانه همراه با بندگی تعریف کرده و انسان را حیوان ناطق حامد خواندیم. و در پایان مقابله هوشمندانه با شیطان را از وظایف عمده نمازگزار دانستیم. در این برنامه به دو موضوع طبقه بندی نمازگزاران در قرائت و تعریف قیام نماز و مراتب آن می‌پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم در پایان بحث اسرار قرائت در بحث گذشته اشاره ای شد به وظیفه مسلی گفته شد از اون جایی که سلات نمادی است از سلوک و در حقیقت یک فشرده ای از دستور العمل برای سلوک الله هست مسلی باید در عین توجه به مسائلی که در تعالی و ترقی و روح بخش شدن نمازش توجه کنه باید به دشمن سر راهشم کاملا متوجه باشه و اون دشمن شیطان است که نمیخواد بگذاره این انسان به کمال برسه چون از ناحیه زیر بار فرمان الهی نرفتن ضربه خورده و چون ضربه خورده میخواد کاری بکنه که این انسان هم ضربه بخوره لعقودن نعلا سرات کل مستقیم گفت که من حتما و حتما سر راه مستقیم می نشینم نمیذارم که اینها به کمال برسن لذا مسلی باید کاملا مراقب ضربه ها از ناحیه شیطان و شیطنت او کاملا مراقب این جهت باشه نکته اخیری که بنا بود اشاره بشود اینکه که مسلی مراتبی داره و نمازگزاران اقسام مختلفی دارند یک بخش یعنی یک دسته از نمازگزاران اونهایی هستند که در حال نماز توجهشون فقط به الفاظ هست بدون اینکه اشتغال به تعمق و تفکر داشته باشند یعنی بدون اینکه اون چرا که میگویند پیرامونش بیندیشند فقط زواهر کار رو دارن انجام میدن و به اون باطن توجه نمی کنن. همون چیزی که قرآن محکوم میکنه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها چرا نتدبر نمیکنن چرا وقتی دارن نماز میخونن توجه به این آیات نمیکنن یا در زیر برخی از آیات قرآن بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم هست که حضرت فرمود ویل لمن لا ها بین اللهی بلم یتدبرها وای به حال یا سم لم یتدبرها وای به حال اون کسی که این آیات رو بخونه و تدبر نکنه در صورت این دسته اول هستن که اینها توجهشون به ظواهر اعمال و مناسک نماز هست بدون تعمق و توجه به معانی دسته دوم اون کسانی هستند که در حالی که دارن نماز رو میخونن توجه به معانی هم دارن در مقام تفهیم به قلب هم هستند. یعنی داره نماز میخونه قلبش رو هم میخواد بیدار کنه دلش رو هم میخواد متوجه کنه ساهی و غافل نیست داره زحمت میکشه داره مجاهدت میکنه تا بتونه اینها رو در حوزه دل تزریق بکنه و جاسازی کنه دستی سوم اون کسانی هستند که برعکس این دسته دوم دسته دومی ها اونا از حوزه زبان میخواستن به قلب مطلب رو تفهیم بکنن دسته سوم اون کسانی هستن که قلبشون گویای به این مسائل هست دریافت کرده این مسائل رو حالا زبانشون داره از قلبشون گزارش میکنه زبانشون داره دریافتهای باطنشون رو خبر میده و گزارش میکنه به عبارتی در واقع این دسته سوم قبلشون قلبشونه و زبانشون پشت سر قلبشون داره عمل میکنه خب این سه دسته هستن که خب طبیعتا اینها مقربان هستن اینها کسانی هستن که به لحاظ اوج معرفتی که دارن به لحاظ برتری مقامی که در حوزه معرفتی دارن این دست از افراد قلب تحقق به حقایق پیدا کرده باطن کار رو یافته قرب رو چشیده و حالا زبان داره اون چرا که قلب دریافت کرده زبان داره گزارش میکنه بنابراین مراتب نمازگزاران متفاوت هست مراتب مسلی و سالکان متفاوت هست در یک تقسیم بندی کران و کلی میتونیم این سه تقسیم رو این سه قسم رو بیان کنیم و ما در پایان بحث قرائت بیان امام رضوان الله تعالی علیه داره در ارتباط با مراتب و مقامات قرائت میفرماد برای اهل عبادت و سلوک در قرائت مراتبی است اول قرائت عامه که اصل آن تجوید و تصحیح صورت است و کمال آن تفکر در معانی و مفاهیم عرفیه است فرمود مرتبه اول از مراتب قرائت مربوط به عوامه مربوط به عامه عمومه که عبارت از این است که توجه به تجوید توجه به صحیح خوندن کلمات رو درست ادا کنیم و کمالش این است که یه مقداری پیرامون اون از کار و اون اوراد و اون کلماتی که گفته میشه در اطراف معانیش هم فکر میکنند و تفکر در این مفاهیم اما مفاهیم عرفی مفاهیم عرفی هم چی؟ یعنی اون برداشته اولیه برداشت های اولیه رو در این قرائتی که دارن میخونن برداشت های اولیه رو پیرامونش فکر میکنن چرا برداشت های اولیه و مفاهیم عرفی میفرماد چون اینا در حد نیستند در سطح نیستند که اون معارف ناب و لطائف و حقایق رو بتونن درک بکنن در بیانی از امام سجاد علیه السلام داریم و گویا از امام حسین سلام الله هم این بیان رو داشته باشیم فرمود که قرآن دارای عبارت، اشارت، لطائف و حقائق عبارات دارد، اشارات دارد، لطائف دارد، حقائق دارد فرمود عباراتش چیزی است که سفره گسترده است برای عوام و عموم مردم اشاراتش رو خواص میفهمند لطائفش رو اولیا میفهمند حقایقش رو انبیا میفهمند یعنی یک سفره گسترده است که هر کس سراغش بیاد بهره میبره و استفاده میکنه مونتا به حسب مراتبی که دارن مسلما اون فهمی که امام زمان سلام الله علیه از آیات قرآن داره این فهمی که ما نداریم که ما که نمیتونیم اون فهم اصلا نمیتونیم داشته باشیم در به قدر استعداد طرف بهره میبره خب بنابراین عامه قرائت قرآن رو که در نماز دارن میخونن تجوید را تصحیح کلمات را درست ادا کردن را و مقداری هم پیرامون معانی که به قدری که میفهمن یعنی به اندازه که قدرت درکشون به این اندازه مطالب رو میگیرن این مرتبه اول در مراتب قرائت دوم قرائت خاصه و آن احزار حقایق لطائف کلام الهی است در قلب به قدر قوت برهان یا کمال عرفان و کمال آن وصول به بعض مراتب اسرار قرائت است مرتبه دوم از مراتب قرائت رو این قرائت خاصه است قرائت خاصه یعنی اونایی که میخوان یه مقداری اون حقایق لطائف کلام الهی رو در قلبشون احضار کنند اینا درجهشون بالاتره رتبهشون بالاتره معرفتشون برتره یه مقداری میخوان اون حقایق رو بیشتر روش درک بکنن حالا منتها به قدری که اینها استدلالشون قویه به قدری که میتونن برهان بر این مطالب اقامه بکنن و یا اینکه در معرفتشون کمالی پیدا کردن و بعدم میفرماد که به کمال آن وصول به بعض مراتب اسرار قرائته طبیعتا اینا یه مقداری چون اهل سرن اهل معرفتن یه مقدار میتونن به معارف قرائت و اسرار قرائت هم راه پیدا بکنن سوم قرائت اصحاب معرفت است و آن ترجمان ترجمان مشاهدات خیش است پس از معرفت به حقیقت کلام و کتاب الهی دسته سوم میفرماد قرائت اصحاب معرفت هست اصحاب معرفت اونهایی که در حقیقت مشاهداتی پیدا کردند به لحاظ اینکه معرفت به حقیقت کلام و کتاب الهی پیدا کردند مشاهداتی پیدا میکنند حالا در واقع وقتی داره قرائت میکنه گویا مشاهدات خودش داره ترجمه میکنه اون چرا که در درون دیده اون چرا که در بواسطه چشم باطن دیده داره گزارش میکنه برابر این در واقع قرائتش ترجمه مشاهدش چهارم قرائت اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبیه خیش است پس از تحقق به بعض مراتب حقیقت قرآن ببینید یک وقتی هست که سالک به مرحله میرسه که شهود حقیقت است حقیقت رو شهود میکند و میبیند یه وقتی به مرتبه ای می میرسد که تحقق به اون حقیقت پیدا میکنه فراتر از شهود و در لسان عرفا هم هست که عارف کامل اون کسی که تحقق به این حقایق پیدا بکند نه اون کسی که شهود پیدا بکند مثل مراتبی که در علم الیقین و عین الیقین و, و, و حق الیقین و مطرح هست و ملاحظه فرمودید مراتب علم الیقین یک یقین علمی است مراتب عین الیقین یقین, یقین شهودی است یعنی حقیقت رو مشاهده میکنه که اون در مرتبه سومه اما مرتبه چهارم که مرتبه سوم مراتب یقین حق الیقین است یعنی تحقق به اون معارف پیدا کردن تحقق به اون حقایق پیدا کردن حالا در مرتبه مراتب سوم قرائت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این قرائت اصحاب معرفته اصحاب معرفت یعنی اونهایی که شهود کردن حقایق رو حالا در قرائتشون گویا دارن از اون مشاهدهشون تعریف میکنن ترجمه میکنن اون مشاهدهشون رو اما اصحاب قلوب اصحاب قلوب اونایی هستند که تحقق به اون معارف پیدا کردن نه شهود تحقق پیدا کرده است تحقق پیدا کرده تعبیری با علی سینا در فصل بیستم نمت نهمش داره در اونجا فرمود من آسر الالفان للعرفان فقط قال به و من وجد عرفان که انه لا یجده بل وجد المعروف به فقط خاز لجت الوصول لجت الوصول یعنی همین که دل به دریای حقیقت زده و تونسته به اون عمق قضایا برسه لجت الوصول یعنی اون تحقل یقین تحقق به اون مراتب یقین و معرفت پیدا کرده پس قرائت اصحاب قلوب یعنی اون به اصطلاح کسانی که تحقق به برخی از حقایق قرآن پیدا کردن اینها وقتی داره قرائت میکنه ترجمان اون حقیقت یافته است حقیقت دریافته است دریافتی که از نظر قلبی پیدا کرده تحققی که به برخی از حقایق قرآن پیدا کرده او رو داره ترجمه میکنه پنجم قرائت اصحاب ولایت است و از برای آن به طریق اجمال سه مقام است اول مقام ترجمان تجلیات فعلی است بر قلب ولی دوم ترجمان تجلیات اسماعیه است سوم تج... ترجمان تجلیات ذاتیه اصحاب ولایت یعنی اون کسانی که مهمون خدا شدند دیگه از خودشون جدا شدند و رفتند و وارد حوزه الهی شدند اینها به مقام ولایت رسیدند که از مقام ولی ولی به معنای غرب پشت سر در اومدن نزدیک شدن اینها دیگه مقام غرب پیدا کردن فانی شدن در حقیقت اینها که از این تعینات مراحل پایین رها شدن و مقام بالا رفتن اینها در حقیقت قرائتشون ترجمه یکی از این سه مرحله چون ها مراحلی دارن حالا که قرب پیدا کردن قرب را مراتبی است یک مرتبی از قرب مرتبه است که تجلی فعلیه بر او میشه یعنی به این معنا که در حوزه فعل حق بر اونها تجلی میکند لا مؤثر فی الوجود رو میبینن لا حول ولا قوت الا بالله رو میبینن و یک مرحله این است که تجلیات اسماعی بر اونها حاصل میشه از این مرحله تجلیات فعلی میان بالا به مرحله تجلیات اسماعی میرسن اسماع حق بر اونها تجلی میکنن البته اینم باز متفاوت هست از باب اینکه بعضی ها در تجلیات اسماعی یک اسم دو اسم پنج اسم ده اسم مثلا بر اونها تجلی میکنه بعضی ها بیشتر سیرشون در همه اسماع الهی این تفاوتی که در مقام مقربان داره اولیا الهی داره این هم مرتبه دوم که تجلیات اسماعی است و گاهی بالاتر از این تجلیات ذاتی است یعنی حق تجلی میکند بر اینها تجلیا ذاتی یا تجلی ذاتی میکند یعنی به واسطه اون اسماء ذات بر این شخص داره جلوه میکنه که تفسیر بحث های عرفانی مطرحی که حالا نمیخوام واردش بشیم پس این به حسب مراتب که متفاوت شد تجلیات فعلی تجلیات اسماعی تجلیات ذاتی اولیاء الهی وقتی دارن نماز بخونند در واقع دارن ترجمه میکنند اون تجلیاتشون رو حالا یا در حوزه فعل یا در حوزه و یا در حوزه ذات خب این به طور خلاصه مباحث پیرامون بحث قرائت یکی دیگر از ارکان و واجبات نماز بحث قیام در نماز هست قیام ایستادن که ارز کردیم از واجبات و ارکان هست ایستادن بدون ایستادن نماز صحیح نیست مگر در بعضی از شرایط خاص و ویژه‌ای که در فقه ضوابط و قوانینش مشخص شده در واقع این قیام نماد توحید فعلیه بیانی را از امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با سر قیام توجه بفرمایید امام رحمت الله علیه در سر و میفرماد و آن پیش خاصه این قیام پیش خاصه اقامه صلب است در پیشگاه مقدس حق و تشمیر زیل است برای اطاعت امر و خروج از تدسار و قیام بر انظار است یعنی قیام عبارت از این است که سالک خودش رو آماده کنه دامن برگیرد برای اینکه اطاعت امر بکنه و خودش رو از تحت پوشش بیرون بیاره و آماده کنه برای انذار حق این رو استفاده میکنه از آیه شریفه یا ایها المدثر قم فانذر ربک فكبر فسبح وكفر که یعنی از اون دساری که به خودت پیچیدی این دسار رو کنار بزن و یا ایها المدثر قم فانذر پاش پاشو برای انذار پاش برای اطاعت امر لذا میگه مسلی در قیام در حقیقت در نماز داره میخواد بگی که من خودم رو برای اطاعت امر و برای اینکه از موانع و هجاب های دست و پاگیر بیرون بیارم و برای شنوایی فرمان و دستور و گیرایی دستور خودم رو آماده می کنم و استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است یعنی قیام برای استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است و کما امرت یعنی اون طوری که باید در نقطه عدالت قرار بگیری همون جور قرار بگیر سر پا بیست استقامت مستقیم یعنی اون کسی که منقام علا ساقه کسی که بر ساقش قرار گرفته تو باید بیستی در نقطه اعتدال در نقطه اعتدال مرکات اخلاقی که نه حد افراد باشد و نه حد تفرید و عدم میل به طرف افراد و تفرید به افراد و تفرید کار گرفت منجر نشه چنانچه در حدیث از امام صادق علیه السلام امام نقل میکند که در باب حقیقت نماز میفرماد و هو واقف بین الیاس و التمع و صبر و الجزاء که ان الوعد له صنعه و الوعید بهی وقعه یعنی وقتی که در نماز میسته به گونه ای باشه که احساسش این است که بین یأس و ناامیدی و طمع در عین ناامیدی طمع در عین خوف رجا و بین صبر و جزع در عین صبر جزع داشته باشه کما که نه اون وعده ای که به داده شدی که تو رو میبخشیم تو رو اذیت نمیکنیم کنیم آزار رو نمیدیم داره اتفاق میفته و انجام گرفته و اون وعیدی که بهش داده شده اونم داره اتفاق میفته یعنی وعید را اتفاق افتاده بداند و جزائش داشته باشه و نالش داشته باشه و وعده ای که داده شده او رو که محقق بداند و در نتیجه امیدوار باشه و وقوف بین ید الله در پیشگاه خدای متعال ایستاده امام فرمود نماز اینه بعد امام رحمت الله علیه دنبال میکنه چنان چه خوف الا در ترجمه این معنا چنان چه خوف بر رجا و رجا بر خوف غالب نشود رجاء و خوف در حد اعتدال باشه و صبر به مقام تجلد نرسد یعنی صبر به مرحله به ابراز قدرت و اظهار توان نرسد که در مذهب احبه از اشد منکرات است که آدم بیاد در مقابل محبوب اظهار قدرتی بکنه اظهار توانی بکنه اینجا جای اظهار عجز است اینجا جایی جای اظهار ناتوانی است در نزد اهل سلوک استقامت به مقام انسانیت و خروج از تفریط تحود و افراط تنصر است ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلمان استقامت در نزد اهل سلوک و قیام در نزد اهل سلوک معناش این است که باید در مقام انسانیت در نقطه از اعتدال قرار بگیری که نه گرفتار تف... تفریط تحوت بشی نه افراط تنصر یعنی نه اونجور گرایش به این سو و کسرت گرایی داشته باشی نه اونجور گرایش به وحدت گرایی داشته باشی نه در جریان تحوت قرار بگیری که بیشتر جنبه کسراتو رو دنبال میکردن و نه در اون نصرانیت قرار بگیری که بیشتر پشت به کسرت و رو به وحدت رو دارن دنبال میکنن ما کان ابراهیم و یهودی هم, هم. ابراهیم نه کسرت بر او غالب بود و نه وحدت بر او غالب بود که بخواد این دو گرایش دنبال بکنه بلکه چی بود ولکن کان حنیفا مسلما در حد وسط بود در بحث گذشته اشاره کردیم شخصیت حنیفیت یعنی اون شخصیت که در وسط حرکت میکنه جنیف یا متجانف یعنی اون کسی که از مسیر منحرف شده به سمت راست و چپ جاده داره حرکت میکنه ابراهیم نه به چپ میزد نه به راست میزد نه به وحدت میزد نه به کسرت میزد بلکه در نقطه اعتدال در این نگاهش به حق قرار گرفته بود و در حدیث شریف است که رسول خدا خطی مستقیم کشیدند و خطوطی در اطراف آن و فرمودند که این خط مستقیم طریقه من است یعنی خطوط انحرافی این طرف اون طرف رو نه اون که مسیر من هست این خط مستقیمه و گویند فرمود شیبتنی صورت هود لمکان حاضل آیه اشارتا الى قوله تعالی فستقم کما امرت و من تاب معک امام رحمت الله علیه در ادامه این بحث می در روایت هست که حضرت رسول سلام الله علیه وقتی این آیه سوره هود نازل شد که واستقم کما امرت و من تاب معک فرمود شیبتنی نی هود لمکان حاضل آیه سوره هود من رو پیرم کرد به خاطر این آیه و بعد از قول استادشون مرحوم شاه نقل میکنن و استاد مرحوم شاه فرمود این آیه این آیه واستقم کما امرت و من تاب معک در سوره شورا هست در سوره هود هست این آیه در سوره شورا هم هست اما این تتمه و من تاب معک رو ندارد واستقم کما امرت در سوره شورا فقط همین است که واستقم کما امرت در سوره هود هست که واستقم کما امرت و من تاب معک رسول الله سلام الله علیه در آیه در سوره شورا نفرمود ش... شیبتنی سوره شورا اما در سوره هود فرمود شیبتنی سوره هود لمکان حاضر آیه تفاوت این آیه سوره هود با آیه سوره شورا فقط به خاطر اون و من تاب معکه بنابر این یعنی چی یعنی وستقم کما امرت باید قیامی در حد اعتدال داشته باشی تا اینجا بر پیغمبر سخت نیست یعنی من خودم رو در حد اعتدال قرار بدم و از افراط و تفرید بپرهیزم خب این کارو میکنم این کار سنگینی بر من نیست اما فرمود و من تابم معک یعنی باید امت رو هم در نقطه اعتدال قرار بدی از تو میخوام هم خودت در نقطه اعتدال قرار بدی و هم امت رو در نقطه اعتدال قرار بدی فرمود پیر شدم پیرم کردیم بار سنگین مسئولیت که خودم رو در نقطه مستقیم قرار بدم میدم اما امت رو چه کنم و بل جمله استقامت و عدم خروج از وسطیت در همه مقامات از اشد امور است بر سالک یعنی در هر کجا که سالک در سلوکش داره میره باید این استقامت رو سعی کنه که حفظ بکنه و از مقام وسطیت خارج نشه که باید در حال قیام بین یدی الله از عدم قیام به ام چنانچه شاید و باید شرمگین شود که نکنه من قیام به امر نکنم نکنه که اون طوری که شایسته و بایسته است انجام وظیفه نکنم و سر خجلت و انفعال به زیر افکند خب در این حالت باید واقعا این احساس داشته باشه که این قیام به من داره میگه تو باید مستقیم باشی این قیام به من داره میگه تو باید برای اطاعت امر آماده باشی نکنه که من واقعا در این راستا و در این زمینه نتونم اونطوری که باید شاید شایسته است انجام وظیفه کنم بعد فرما چشم را به مورد سجده که خاک مزلت است بدوزد در هنگام نماز مستحبه که انسان وقت در نماز بخونه چشمش رو به اون نقطه سجده و محلی که میخواد سجده کنه چشمش رو به اونجا بدوزه مورد سجده که خاک مزلت است بدوزد و متذکر مقام تزلل و قصور و تقصیر خیش شود یعنی این اشاره به اون خاک است که به خاک نگاه کن توجه به اون تزلل خود، تزلل خودت و تزرع خودت داشته باش و خود را در محضر ملک الملوکی که جمیع ذرات کائنات در تحت هیته سلطنت و قهر قدرت او هستند ببیند چنین احساسی داشته باشه که نسبت به خودش مزلت و خاری و تذرع و نسبت به اون حقیقتی که در مقابلش قرار گرفته ملک المنوکی که همه کار است و همه چیز در اختیار او و در حیطه قدرت اوست که متذکر مقام قیومیت ذات مقدس و قیام دار تحقق به او شود یعنی بداند که او قیوم همه عالم است و همه هستی قوامش به اوست همه عالم وجود داره تحقق وابسته به اوست و در قلب این هیته قیومیت را و این تدلی و فنای عالم را مستقر کند یعنی در دلش این رو جا اندازه تزریق کنه به دل در بحث های قبل ارز کرد که یکی از مسائلی که باید انجام بگیره تفهیمه یعنی این رو به قلب و دل باید تفهیم کرد که چی؟ باید تفهیم کرد که قیومیت حق همه رو فرا گرفته همه ی حسی رو در بر گرفته و همه این موجودات چیزی جز تدلی و آویزانی به نیستند. حتی تعبیر به آویزان و متعلق و متدلی هم نمی شود مرحوم سبزواری در شرح منظومه در اونجا می فرماد موجودات متعلق به حق بعد میگه نه این و متدلیه و آویزان به حق بل اینو این و تدلی آویزانی هند. نه آویزان آویزان اگر گفتیم متعلق اگر گفتیم یعنی که نه یه چیزی هستند که وابستند نه چیزی نیستن چیزیتشون عین وابستگی است در قلب این هیته قیومیت را که قیومیت همه هم رو فرا گرفته و این تدلی و این تدلی و فنای عالم تمام موجودات جز تعلق وابستگی به حق نیستند و به نسبت به خودشون هیچند مستقر کند اینا رو در دل جا بگذاره شاید کم کم به سر قیام رسد و توحید فعلی را که اهل معرفت سر آن دانند در یابد یعنی قیام اشاره به توحید فعلیه توحید فعلی یعنی چی؟ یعنی که لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی که تمامی موجودات عالم چیزی جز چیزی جز آویزانی و تعلق به حق نیستند و هرچه هستند از ناحیه حق دارن تأمین میشن هستی اونها معیت حق است این رو درک بکنه این میشه توحید فعلی این توحید به اصطلاح فعلی که و ما امرنا الا واحده کلم هنبل بسر امر ما یکی بیشتر نیست مثل یک چشم هم زدن با اون است که همه موجودات امر حق است پس مقام ظهور به تجلی فعلی بر قلب او منکشف شود اونگاه حق به تجلی فعلی بر کشف می شود که و ما امرنا الا واحده کلم هند بسر. می بینه که همه اینها جز یک امر حق نیست می بینه که همه اینها جز یک عنایت حق نیست و سر لا جبر و لا تفیز بل امر بین الامرین بر او ظاهر گردد اینجا رو یه توجیه داشت باشیم که دو توی اصطلاح ما داریم یکی توحید فعلی یکی توحید افعالی توحید فعلی وقتی گفته می شود مفاده و ما امرنا الا واحده رو تعریف میکنه که امر ما چیزی جز یکی بیش نیست یعنی امر تمام این عالم به یک این همه عکس نقش مخالف که نمون یک فروغ رخ است که در جام افتاد اما توحید افعالی معناش این است که هر فعلی از هر فاعلی سر میزند در واقع از خداست لا مؤثر فی الوجود الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم این گویای توحید افعالی است یعنی همه فعل ها از حق است الان بنده متکلم دارم حرف میزنم این قدرت از کیست اصلا این وجود از کیست مگر این وجود مال منه کسی که وجودش مستقل نیست فعلش هم استقلال ندارد چون ایجاد فرع بر وجود است مالا وجود الا لا فعل له چیزی که وجود ندارد فعلی هم کاری هم ندارد اثری هم ندارد و اگر وجود دارد این وجود مستقل است پس فعلش هم مستقل است چون فعل متفرع بر فاعل و اگر وجودش مستقل نیست وابسته است فعلش هم وابسته است خب موجودی که تمام هستی و کیان وجودش وابسته به غیر است تو عین و به غیر است چگونه میتونه در فعلش مستقل باشد بنابراین این در فعلش هیچ گونه استقلال ندارد چون ایجاد که اون فعل کار ما باشه فر بر وجوده وجود عین و است بعد ایجاد میتونه مستقل باشه پس ایجاد از اوست البته این جبر لازم نمیاد لا جبر و لا تفیز بل امر الامرین که مفصل باید در جای خودش بحث بشود این توحید بر او تجلی پیدا میکنه بر پس مقام ظهور به تجلی فعلی بر قلب او منکشف شود و سر لا جبر و لا تفیز بل امرون بین الامرین بر او ظاهر گردد پس لایق ورود در محضر شود حالا که به این توحید شسته شد و تطهیر شد لایق ورود در محضر شود و بعضی از اسرار تکبیرات افتتاحیه و قرائت و رفع ید در تکبیرات که چرا من اینجوری میکنم دست میارم بالا و اینجوری حرکتی رو انجام میدم یه مقدار براش روشن میشه که هر چی غیر اوست داره پشت سر رو میشه در حوزه فعل غیریت برداشته میشه و ظهور حق و حضور حق در همه افعال شهود میکنه این سر قیام از بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه داشت این بحث ادامه داره در جلسات بعد در نظر شما عزیزان خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکات